بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های محترم رادیو کندوز، امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال بوده باشید. به یکی دیگر از گزارش های ما خوش آمدید. البته ما این بار در منطقه خواجه مشهد شهر کندوز هستیم تا با هموطنان خود صحبت بکنیم در این منطقه و در مورد این مکان بر شما معلومات بگیریم که چرا خواجه مشهد میگن و از چند سال بدین سو ایره خواجه مشهد میگن این منطقه را. شما تا آخر بیننده گزارش ما باشید، با هموطنان خود صحبت میکنیم در این منطقه. بیننده های عزیز، به ادامه گزارش ما خوش آمدید. ما در کنار یکی از هموطنان خود هستیم، اینجا مصروف کار هستن، نانوایی دارن و با اینا صحبت میکنیم در مورد منطقه که چند سال میشه اینجا زندگی میکنن و کاروبار چگونه است. سلام. سلام علیکم. خوب هستید؟ زنده باشید. سلامت هستید؟ سلامت. سلامت. بخیر باشید. خوش آمدید. خوش باشید. عبدالسلام است. خب کاکا سلام، چی حال دارین دیگه؟ شکر الحمدلله. کاروبار بخیر میگذره؟ کاروبار بخیر بخیر. مصروف چی کاروبار هستید؟ مصروف نانبویی، سه منمیل یک نانبویی داریم، سه منمیل یک کار میکنیم. چند سال میشه؟ تقریبا سال نمیشه که یک شش ماه میشه میره گرفت. دیگه پیش از این دیگه طرف بودیم. در دیگه طرف. همینجا زندگی میکنید؟ بله بله بله. من چند سال میشه اینجا زندگی میکنید؟ تقریبا یک سال میشه. اینجا اومدیم دیگه در مدرسه خیابان بودیم. خب با زمین اونجا اولی مثلا چیز شد کرایی بود دیگه، ما رفتیم بود اومدیم همین طرف. خب خب. معلومات دارین در مورد خواجه مشهد؟ این یک منطقه بسیار کلان است. بله بله، منطقه بسیار کلان است. همون که معلومات داریم که نمو مکتب خواجه مشهد است، بسیار تاریخی چیز داره دیگه. نمی صاحب این همین قدر دیگه از قدیمه بسیار دور هم؟ بله بله، از زمانه بسیار دور. بله بله، از زمانه بسیار دور. بله حتما یک شخص مشهور بوده ای بنامش. بله بله، شخص مشهور بوده. این همینجا بوده در قبرستانش هست. این همین پشتی سر در نوابات میگن. این همینجا سر قبرستان زیارت جایش هست. او روزا همی مردم های چیز نیست، همی هی میدان تای میدان آمده جا فلوم ورداری کردن. خواهی بیجر برادر دیدن دیگه. از امون یک برادری ما انجینر بود، از او پرسان کردن صاحب همی چیزهای تاریخی از ایره که چند سال 400 سال میشده که این مردکه از مشهد ایران آمده بوده، همینجا وفات نموده بوده. نامش هم خواجه بوده؟ خواجه مشهد، از مشهد ایران بوده. خواجه مشهدی؟ خواجه مشهدی بوده صاحب. این بسیار یک آدمی عالی، بسیار یک آدمی خوب و بزرگوار بوده. بدون شک کندوز ما اینه میخواستم جای تاریخی زیاد داره، مثل که کوچه حاجی سنگی بود، سر هاوز بود، از سلطان میگن، سر هاوز میگن. بله بله، بسیار جای تاریخی داره بدون شک. بسیار بله. کاروبار چگونه است کاکا جان؟ دایی کاروبار والا نسبتا خوب است دیگه. اونقدر مقصد یک روز دیر میشه دیگه، یک روز میشه همون روز بگذره. همون روز شکر الحمدلله دیگه آرامی هست، امنیت هست دیگه در مملکتی ما. خوب برادر جان من باشی. خوب خوب. تا چند نفر هست اینجا کار؟ اینجا تقریبا چهار نفر هستیم دیگه. چهار نفر هستیم. تا چند بجه میباشیم؟ تعمیرگر هست تا شبو از صبح صاحب ساعتای سه بجه که میخیزیم صاحب تا نو بجه. بعضی وقت اگر نان بمانه تا ده بجه نو هستیم دیگه. خانم نم پلوس؟ خانم مقصد این پیشی سر هست. خواه خواه بسیار خوب. کدام پیامی داشته باشین کاکا؟ پیامی ما دیگه نمید، از خداوند میخواییم که همین وطنی ما را آرام کنه، همین وطنی ما را یک امنیت بسازه، یک اتفاقی و اتحادی را بده برای ما و شما. نگیم که بیادر این فلانی قوم است، این فلانی قوم است، این فلانی قوم است. چی به درد میخوره میگه؟ بدم طول 45 سال انقلاب است، ما میبینیم از خان‌آباد تا قندوز صاحب امی مرده است و اینمی جنگ است و جدل است و امینا را خداوند از روی ما ورداره. آمین. آرامی شوه، امنیت شوه در مملکت ما، یک کار و بار بیایه خداوند. اینمی کلانای ما و شما را، حکومت ما و شما را یک توفیق ایدایت بیتر، حکومت ما و شما را یک رای راست خداوند یک کار و بار در مملکت ما پیشه کنن، جور کنن که برادر همی معدنیات برای همی شرکت و کمپانی برای همینا برادر یک مسکین مسلمان و بیچاره دیگه نمی بی خانه، کسی که زمین نداره، کسی که جای نداره، خوی نمی وطنش هست کجا بره؟ ایران میره کشته میشه، ترکیه میره کشته میشه، در اروپا میره در جنگل ها گرگ و خر سک میخه. خب برادر جان من باشی امیره برای همین مردم یک زمین بده، یک جای برادر برادر همین زمینی خدا، زمین حکومت، زمین ملت است. بله کجا بله. بره با بدون شک. بله این همین برادر شان شک چیز برای شما پیشه کنه بتم که همین در وطن خود زندگی کنن.
چی من میخوام وطن یعنی خدمت ده پیری روم رفتم برو بیا دوباره پس با خدا اومدیم باز وطن بسیار یک جای شیرین است خوب است با خدا اینا دوباره پس اومدیم دلی موسوق یک نمازی صحیح نیست روزه بخونی جماعت یک دیگه و این میکنه هست دیگه نمیرفتم مشکل خداوند هیچ کس از وطنش بی وطن بی وطن نشه دیگه دیگه برادر جان شین میرفتم سلامت بخیر باشین کاکا با کارو بارتا من قربونتم خب بیا یک چای بخوری سلامت باشین قربونتم نون گرم آ سلامت باشین تشکر زیاد از لطفتون خب کاکای ما بودن که اینجا نانوایی داشتن و قسمی که البته شنیدید اینا تازه آمده بودن به این منطقه ولی از امو تاریخی بودن این منطقه بر ما گفتن که قدامت خیلی زیاد داره قسمی که شنیدین از زبان یکی از البته افراد قدیمی اینجا شنیدین که این منطقه نزدیک 400 سال قدامت تاریخی داره که یک فرد به نام خواجه مشهد یا نامش خواجه بوده و از مشهد ایران اینجا آباده بوده و به اونمو خاطر این را خواجه مشهد میگن در ادامه گزارش با ما باشید بیننده های عزیز در ادامه گزارش با ما هستیم ما در نزدیکی زیارت خواجه مشهد هستیم اینجا میریم داخل و با بزرگان صحبت میکنیم در مورد قدامت این منطقه و البته در مورد خود خواجه مشهد که از کجا هستن و چقدر قدامت داره اینجا با ما باشیم در ادامه اینجا قسمی که گفتم ما داخل زیارت خواجه مشهد هستیم و در پهلوی ما البته یکی از بزرگان و یکی از شخصیت های توانای کندوز زمین هستن که استاد نعیم عسکر که شما با نامش با کارکردهایش آشنا هستید سلام استاد عزیز سلام علیکم خوب هستین سلامت هستین ان شاء الله بخیر میبینید بخیر باشین سلامت باشین شکر که بخیر هستین روز و روزگار بخیر میگذره استاد میگذره بخیر زنده باشین قربانتان استاد عزیز امروز اومدیم اینجا گفتیم از زیارت خواجه مشهد یک دیدن بکنیم و در مورد دیگه بدانیم که چقدر قدامت داره از کجا هستن اصلا این خواجه مشهد اینم قدر بسم الله الرحمن الرحیم خواجه مشهد یکی از زیارت های مشهور ولایت قندوز است که در شرق شهر قندوز واقع است تقریبا 300 سال قدامت داره و یکی از زیارت های پرفیض هست که مردم در روزه چهارشنبه و دیگر روزه زیارت می آورند بیرن صدقه خیلی سر مردم زیاد می آورد ولی این وقت ها زیاد کمتر شده خب یکی از مکان های تاریخی گفته میشه بله یکی از مکان های تاریخی است که سر قبر مبارک سنگش نوشته شده که در روز 1010 ایچی شده منان زید بن ثابت این توی چیز نوشته شده و دیگه سنگ شکسته دیگه دیگه خطایش خوانده خطایش هم خوانده میشه شرای سالی سایب است که دنیا قدر ما دارد که با دورش برد که وجودی آدمش غم بیوده خود را نمیرخد اشعارش نوشته شده که تشکیلی مشاعر قندوز قبلگاه سر بقیم عسکر نوشته کردن و ما هم از کمپیوتر اجا پاک کشیدیم بدبختانه که وضع اقتصاد خود قبلگاه پاک کرده وضع اقتصاد ما هم ضعیفتر سا میکشم و چاپ هنوز نرسیده و چاپ آماده است منتها چاپ نشده نگه در کلی جاست یک آثاری که تکمیل شده در مورد آثارای تاریخی ولایت قندوز و خواجه مشهد و دیگه در کل همه اینا همه چیزش آماده است فقط همین که یک نفر باشه که یک اندک حمایت بکنه و بعد او بس شد بله هم یک قسمت است که چپ آماده شده کسی پیدا شده که مقصد همون مسئله مالی ها جوره شکنه بدون شک امیدوار هستم بیننده های عزیزی که در داخل یا خارج از کشور بیننده برنامه ما هستن اگر توانایی دارن و اگر میخواهن همکاری بکنن با جناب استاد همکاری بکنن که آثاری که البته از چاپ قرار است چاپ شوه با اونا همکار باشن که ای از چاپ برایه و یکی از آثارهایی است که تمام مکانهای تاریخی، جاهای تاریخی، زیارتهای تاریخی در او گنجانیده شده درست است استاد عزیز شما سلامت باشین یک کمی پیشتر میریم
اینجا او طرفش مسجد است؟ آه طرف مسجد خواجه مشهد است. آه او طرف مسجد خواجه مشهد. در مورد این بگین استاد، امی اصل شخصی که اینجا فعلا زیارتش است، خودش خواجه مشهد نام داره یا کسی دیگه است؟ منتها در اینجا خود مقصد خود ما که اینجا آمدیم و اینجا جای با جای شدیم و اینجا سکونت پیدا کردیم، 200 سال از ما میشه که در زمان امیر عبدالرحمن خان چیزی کم 200 سال اینجا پدرها و پدر کلان های ما آمده و امیر زیاره درمی قسم بود، امیر تو امیر نصف گنبدش افتیده بود افتیده بود، بعد قبلگاه میده چهار طرف دیوال کرده بخصد جور کرده و از مال و مفتک و اطفال در امان مفهوم در امان بانه و یکی از اثاره ایش که در اقتاد و کلتور و اقتاد و فرهنگ ثبت شده ملی اثاره است. خواجه مشهد معلوم میشه که از مشهد ایران اینجا آمده و اینجا شهید شده و اینجا دفن شده هم دیگه این تقریبا 340 سال 350 سال بالاتر از اینجا بالاتر از هست که اینجا قدامت داره دیگه یکی زیارت های پرفایز است در قبلگاه و پدر کلانه ما قصر نکد که در ایچی در وقت ملخ امسال بسیار زیاد ملخ آمده بود، در وقتی که سیل ملخ سر زیارت می آمد با زمین قبرستانی که می رسید سیل ملخ دو حصه می شد، نصف از این طرف زیارت تر می شد نصف از این طرف زیارت تر می شد. باز بگن که یک شب منجاور یزی خواجه مشهد پیش خود فکر کرد که البته در این زیارت همین قسم علی موازه است که در این مکانهای تاریخی شای دشمن است، به اصطلاح تبلیغات دشمن است که در این مکانهای تاریخی پیسه است و تلاس و دیگر است و دیگر چیزا گور است. میگه این مجاور فکر کرد که ما از امی زیارت شکاف میکنم و ای را میپالم که چیز پیدا کنم و ای را بفروشم. شب که مجاور خواه میبره جناب خوش مشهدی ولی در خویش میایه که تو هیچ حاجت شکاف کردن زیارت نیست، یکی از خشتای خرابه مرا بگو کلگی مشکل تو را حل میکنه. صبح که مجاور میخیزه و یک خشت میگیره بازار که میبره بسیار به قیمت بالا میفروشه، چی میکنه؟ ایره بای میکنه، مردم بای میکنه و میخره. در اینجا نفرهای دولتی خبر میشه، نفرهای امو وقت که ایچی بود خبر میشه و یادم خیلی میگیره که بایدر توی را از کجا کهی. وقتی که ایره پس پیش حاکم مربوطه میبره ای خشت پس به حالت اولی خود میاید. همه قسم پس خشت اولی میشه و چیش و میشه که ایچیش به اصطلاح بیارزش میشه. یه دیگه نمی ایچیش هست که از ملا کرامات خواجه مشهد اولیست میگن و دیگر میگن که سابقه اینجا خود کسی نبود، پدرهای ما که آمده نکای ما که آمده اینجا میگه غیر امی اینمی چندان چنار بود اینجا امی اولی ما علم چنار است امی چنار امی رشیش مانده چنار بود دیگه ما میجا بودیم جای بجای شدیم. میگه روزای جمعه شیر همی طرف میامد و دوره میکد و زرب احترام میکد و باز میرفت طرف کلو جنگل بود، از این سرک و طرف تماما جنگل بود. دیگه اینمی کرامت خوش مشهدی ولیست، دیگه مردم بسیار زیاد پرشترام دارد، دارد که پرفیز است، بعضی مریضا و بعضی زیارت میارن بگیرم میکنم خداوند شفا میتا شفا باش که خداوند دست مقصد دک یه چی میشه؟ واسطه میشه. بدون شک. خب یکی از مکانهای تاریخی است که قندوزی ها باید بالای افتخار کنیم دیگه که همچین جایی را داریم. حال ما در ولایت های دیگر هم جای تاریخی داریم، مکان های تاریخی داریم، البته رسانه ای شدن بیشتر به تصویر کشته شده، اما این را تا حال کسی شاید اوقدر معلوم بود نداشته باشه. معلوم نداشته باشه، ما تشکیلش قبلگاه نشته کرده تقریبا چندین ورقه از اشعار و گپ و سخن و افسانه و چیزاش نوشته کرده میتونم مانده و همین شب نرسه شب شب باز انشالله امیدوار هستم بفرش مردم قرار بدون شک. بازم از هموطنان عزیز تقاضا میکنیم که تذکیره یا هم آثاری که قبلگاه استاد عزیز ما نوشته کردن و همیال آماده چاپ هستن، فقط اینمی قدر توانایی ندارن که ایره از چاپ بکشن، و اگر شما هم توانایی دارین و میخواین همکاری بکنین و این آثار چاپ شود تا
ثبت البته آثار های تاریخی افغانستان گرده بدون شک. خب تشکر زیاد استاد عزیز، کنم پیامی داشته باشین. پیام من میشه که مکاتب اوناس هر چیز تر چالان شده و برای اوناس حق داده شده و از ما از تانه و گپای مردم های بیگانه چی بیرونی خلاص شدیم. یکی دیگه برای متقاعدین که مردم های غریب و بیچاره است ولی ضعیف شدن دیگه شدن، خواهشم از امارت اسلامی است که ماشای ازار پس اوله کنن و برشان بده و دیگه اولادای خدا به درس و تعلیم و بیا مکاتب روان کنن تا در آینده برای وطن خدمت گر شود. سلامت باشین استاد عزیز. خب بیننده های عزیز، اینجا زیارت خواجه مشهد در ولایت کندوز هست. ما با چند هموطن دیگر هم صحبت بکنیم، شما در ادامه گزارش با ما باشید و تصویرهای از این زیارت شما بیننده باشید. بیننده های عزیز، در ادامه گزارش با ما هستین. ما در کنار هموطنان ما در این منطقه هستیم، البته منطقه خواجه مشهد، و اینجا نام خدا این منطقه هم منطقه تاریخی است و هم منطقه است که تمام سرمایه کندوز اینجا هستند، استادان و معلمین این ولایت کندوز که شاید شما بیشتر بشناسین و کسایی که شاگرد استادای عزیزی که ما امروزشون صحبت کردیم و قرار است امروزشون صحبت بکنیم، شاید بشناسین که اینا چقدر بالایتون زحمت کشید و حال شما تا کجا رسیدید. استاد عزیز سلام. و علیکم سلام. خوش اول از هم اولتر برای شما خوش آمدید میگویم، برای خصوصا خبرنگارا یا ژورنالیستای کندوز عزیز، کندوز ولایت کندوز، برایتان خوش آمدید میگم. قربانتان استاد، خوش آمدین. سلامت باشین. یک معرفی کوتاه داشته باشین. این جانب سید شیرین آقا از اصلا از ولسوالی خانابات قره جنگل باشی و سابقه دار، از جمله استادای سابقه دار ولایت کندوز که تخمینا در سال 1348 این جانب به صفت استاد در ابتدای مرحله در امام صاحب تقرر حاصل کرده و بعدا در لیسه شیرخان در سال 52 در لیسه شیرخان به صفت استاد بود و ما همچنین در خود بنام اکرم شهید دو وقت می گفت که امروز بنام مولای سراج الدین یاد می شد، در اونجا هم یک دو سال وظیفه داشتم و بعدا در لیسه خان‌آباد مدتی بودم به صفت مدیر لیسه جنگل باشی، برای 9 سال در اوجه وظیفه داشتم. بعد از وظایفی که در اوجه انجام دادیم، بعد از او به صفت استاد در شپه لیسه ولایت کندوز مقرر شدم. تخمینا 9-10 سال در شپه لیسه کندوز وظیفه داشتم، به صفت سرمعلم لیسه بودم و بعدا چون میعاد دوره خدمت ما تکمیل گردید، با اساس لزندی دی مقام دولت و بالخصوص معارف کندوز ما متقاعد گردیدیم، فعلا در منطقه خواجه مشهد همیشه زندگی دارم. نام خدا استاد، چقدر با مو ترتیب و تنظیم کلمات، چقدر با مو البته منظم بودن این مو مطلب شما را رسانه نمید؟ مهربانی انشاءالله در حدودی در قسمت شاگردان قسمی که لازم بود و مسئولیت و وظیفه داشتیم، البته ما خدمات ارزنده را برای خاک و وطن خود و بالخصوص برای اولاد کشور ما انجام دادیم. تخمینا از لکاو 100,000 نفرم بیشتر تربیه کردیم، به جامعه تقدیم کردیم و شاگردان ما به سوی موینا و به سوی بسیار رئیسا و در وقت و زمانش رسیده، البته از همون ثمره تعلیم و خدمت ما بوده که ما برای ازی انجام دادیم و اونا هم ثمرشون دیدن، اونا به ثمرشان دیدن. حال چند سال میشه تقاعد کردین استاد؟ تخمینا در مدت 4 سال میشه که ما تقاعد کردیم در شبیلیسه و 48 سال در خدمت
مقدس معلمی را انجام داده. قربانتان. خب مسلک معلمی یک از مسلک های البته مقدس است و شما یکی از کسایی هستین که واقعا زحمت کشیدین و قدر شما باید دانسته شود، چون سرمایه های معنوی کشور ما هستین. استاد گرامی، اگر کدام پیامی داشته باشین، کدام گفتنی در اخیر داشته باشین، امری ما داخل بود. مهربانی برادر محترم، پیام ما خو برای عموما اولیای همین کشور و بالخصوص با اولیای ولایت قندوز هنیست که در قسمت اولاده های خود اینا بسیار کوشش کنند، زحمت بکشند، امو زحماتش به هدر نمیره، اونا را وادار به این بسازه که تعلیم کنند، تربیه کنند. یک جامعه وقتی به ترقی و خود میرسه که در اوجا مردمی تعلیم یافته و تحصیل کرده و تعلیم یافته باشه و میتونن که خاک خود، وطن خود و مردم خود صادقانه خدمت و خدمت خود انجام بده و ترقی و پیشرفت یک مملکتم مربوط به تعلیم و تربیه بوده. و ما از همه اولیای، خصوصا اولیای افغانستان، اولیای اولادای افغانستان و بالخصوص از ولایت قندوز، از اولیاشان همین توقع ما است که در قسمت اولادهای خود خیلی کوشا باشند و زحمت بکشند، همین رنجی را به گردن بگیره. چرا میگه توانا بود کسی که دانا بود؟ زدانا امی توانایی انسان در خود علم است، در دانش است، ولو اگر سنش بسیار بلندم رفته باشه، باز هم اگر صاحب تعلیم و تربیه باشه، تعلیم باشه، تحصیل باشه، اونا میتونن که مصدر خدمت و راهنمایی برای اولادای آینده کشور شه. بدون شک و به جامعه مفید میگوشه. تشکر استاد گرامی. سلامت و بخیر باشید. قربانتان. موفق باشین، کامیاب باشین. سلامت باشین. خوشید قربانتان. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما شنیدید استاد گرامی که اینجا هستن، همیشه به خوبی مردم و همچنان به فایده ملت حرف زدن. در ادامه گزارش با ما باشین، با بزرگان صحبت میکنیم و شما هم بیننده باشین. عزیز، قسمی که گفتم اینجا قسمی که منطقه تاریخی است، البته مردمانی که در این منطقه هستن کلشان سرمایه های معنوی کندوز زمین هستن. با اینا صحبت میکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین آقا؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ جان شما جور است. یک معرفی کوتاه خودتان را بده شو باشید. اسم من سعدگوهر نرس شفاخانی دوزد بستر ولایت کندوز، فعلا تقاعد در خانه نشین. در دوزد بستر کندوز کار کردین؟ بله. چند سال؟ 37 دکتر سیب. 37 سال؟ بله. 37 سال دانوم اونجا بودین؟ بله. خوب هستین ان شاء الله دیگه؟ شکر احسان خدا. چند سال میشه اینجا زندگی میکنین دکتر؟ تخمینا از اجداد ما در اینجا هستیم. خوب، از همین مردمای سابقه دار این منطقه هستیم. 64 سال عمر ما شده، تخمینا 67 سال از قبلگاه ما شده که ما در اینجا سکونت داریم. خب این منطقه هستین. چطور از زندگی خوش میگذره؟ شکر است، عمر است تیر میشه، خداوند مهربان. ریشتانه خود در میرای خدمت به مردم. بله بله بله. کمی از این منطقه بگوین که چقدر تغییرات آمده؟ سابق چگونه بود، حال چگونه شد؟ سابق به نام قریه خوجامشد بود که زیارت خوجامشد بابا تخمینا 4.5 سال قرارمد سابقه ای داره و ما در اینجا زندگی میکنیم که اجداد ما در اینجا آمده است و اصلا ما از مشرقی آمدیم و در اینجا سکونت میکنیم تا فعلا. دکتر سیب، قسمی که پیشتر گفتم این منطقه کاملا تغییر کردنه. بله. حال خانه ها جدید شده. بله. مردم ها بیشتر شده، نفوس زیاد شده. بله. از اون چیزهای سابق تنها اینمی زیارت مانده دیگه، هیچ چیز نمانده. نه، قرامی قبرستان است و اینمی زیارت مانده. قبلا در این جایی کوچاکی بود، کل خامه بود. با مرور زمان در این چندی دو سه سال که شد این کوچا کلش کنکریت شده و دوکر خدا خدا مهربان است که بعدی هم آباد شد. آها، تشکر. و خانه هم تغییر خورده. بدون شک. کدام پیامی داشته باشین دکتر سی؟ پیامی ما به بدره و هم سند سالای ما و به جوانه همیست که
کوشش کنن تحصیل کنن و خدا برسانن به جایی که بتونن که آینده و خدمتگار به این وطن شون. سلامت و بخیر باشین. لطفتان. تشکر. خب بیننده های عزیز اینجا هموطنان ما هستن که در این منطقه سکونت دارن، زندگی میکنن. با بزرگا صحبت کردیم، با جوانان صحبت میکنیم که چه حال دارن، چطور هستن. سلام. سلام علیکم دارم. خوب هستید؟ سلامت. جان شما جور است. سلامت. خدا میشه معرفی بکنی کوتاه. سید وسیم هستم از کندز، قریه خوشم شد. خوب هستی ان شاء الله. سلامت زنده. روز روزگار بخیر میگذره. میگذره شکر. وسیم عزیز مصروف چه کار بود؟ محصل هستم. محصل هستین؟ محصل کدام دانشگاه؟ مالجایی. در کجا؟ در کابل. نام خدا. خب قسمی که من پیشتر هم گفتم، اما بزرگایی که در این منطقه زندگی میکنن سرمایه معنوی وطن ما هستن و هم جوانایی که مثلا مثل شما با استعداد هستن. سمستر چند هستین؟ سمستر 9 ان شاء الله. 9. نزدیک کردین؟ نزدیک از 2 سال مونده. 2 سال دیگه مونده. 4 سمستر مونده. چند سال خوندی؟ 5 سال. 5 سال خوندی. بله. چگونه است کاروبار؟ بلد شدین؟ درس هست دیگه، فقط درس میکنم دیگه. کارای عملی نمیشه؟ کارای عملی کم میرین دیگه. دو نمونه بلد شدین؟ مشکلات. بله؟ دو نمونه بلد شدین کارای عملی؟ خوب است بله. ولی کم کم چی میگنش؟ دستپیشی میکنین؟ یگون مریض که مثلا در خانه میشه شما دستپیشی نمیکنین؟ بله در خونه کنیم چطور نمیکنیم؟ مثلا مریض هست مثلا خانه دکتر گفتم میشین؟ بله سر. همیتانی؟ شوق علاقه خودتان داشتین یا نه چیزی باعث شد؟ شوق علاقه خودم هم داشتم و برادرم هم برادرایم هم و نسبت فامیل کل قوم و نسبتا زیادتر هم دکتر هستن و اونا هم تایید کردن و خودم هم خوش داشتم رفتم میشه. انشالله که تمام میکنین و مسار خدمت بجانم میشه. کدام پیامی داشته باشین؟ پیام ما با جانم هست فقط درس بخوانن. در این درس هست کوشش نمایین و دیگه احترام پدر مادر داشته باشین. بدون شک. موفق باشی دکتر جوانی بود. شکر زنده باشی. خب خوش باشی. هموطنان عزیز، البته ما در منطقه خواجه مشهد هستیم و قسمی که شنیدید از زبان بزرگان و جوانایی که در منطقه زندگی میکردن، یکی از مناطق قدیمی و تاریخی کندز زمین هست با مردمای با فرهنگ، با علم و دانش. خب با یک تن از بزرگان دیگر صحبت میکنیم و بعد برنامه ما به پایان میرسه. بیننده باشید. پیش استاد گرامی میریم. بشینیم استاد، بشینیم. خب استاد سلام. وعلیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر است. سلامت هستین؟ جان شما جور است. فضل خدا. استاد گرامی یک کوتاه خودتون رو معرفی کنید. اسم من سید سلیم، فعلا معلم یک معلم یک خدمت مکاتبی بیتای رستم احمدی در ولایت کندز صفات معلم ایفای وظیفه می نمایم. فعلا معلم هستین؟ وظیفه تقاعد نکردین؟ تقاعد نکردم، مدت 38 سال میشه که من استاد هستم. آها. در مورد خواجه مشهد بر ما بگین استاد گرامی، شما چند سال میشه اینجا آمدید؟ این در اینجا نکای ما آمده بود، پدر کلانای ما آمده بود و ما فعلا متوجه چی پیدا شدیم در این قریه خواجه مشهد. دینمی جا متوجه شدین؟ دینمی جا بزرگ شدین؟ دینمی جا مکتب خواندیم؟ مکتب خواندیم و اینجا فعلا و حالا مسر خدمت هست؟ بله. قربانتان. این چیز از قدیمی بجز زیارت دیگه نمونده دیگه، آثاری از قدیم مثلا خانه هایی باشه یا چیزی باشه همگی نو شده؟ همگی نو شده، خانه ها کلی نو شده، خانه هایی که کنه بود کلی بیران شده، نو شده، سیستم نو جور شده. بدون شک. خب براتون همت و براتون توانایی بیشتر میخوایم استاد گرامی، اگر کدام پیامی داشته باشید؟ پیام از تمام جوان همی هست که مکتب بخونن، تحصیل کنن تا این مملکت آباد شود و آینده خوب داشته باشه. تشکر زیاد استاد جان. سلامت باشین. از بزرگای ایجا، از استادای بزرگ تشکری میکنیم که واقعا استقبال گرم کردن از ما و همچنان در مورد چیزی که ما معلومات میخواستیم معلومات کسب کردیم. خب بیننده های عزیز، به پایان برنامه امروز ما نزدیک میشیم. ای بود گزارش امروز ما از منطقه خواجه مشهد، از زیارت تاریخی این منطقه که بر شما تقدیم کردیم. تا گزارش های بعد، تا برنامه های بعد، شما را به خداوند یکتا میسپارم.